زمانی که این ترانه برای نخستین بار از طرف هایده اجرا شد، خب شرایط خاصی در ایران بود، یه سری ناهنجاری‌های سیاسی اجتماعی و خب به اون زمان برمیگشت، ولی برای تو در سال 2010 چه حالتی داره؟ چه ارتباطی با این داستان‌ها و رویدادهای ایران داره؟ بعد از گفتگویی که با آقای سرفراز داشتم هفته پیش درباره همین ترانه ساقی، ایشون این ترانه رو به عشق حافظ گفتن که همون مفهوم عرفانی و فلسفه حافظ رو داره که همون از مظهر عشق میاد، که مظهر عشق برای حافظ ساقی بود، که اون مظهر عشق برای منم همون ساقی برای منم همون معنی رو میده و میتونه معنی خداوند بزرگ باشه که هر انسانی بهش باش گفتگویی داره و میتونه صحبتی داشته باشه و به نظر من ساقی میتونه خداوند بزرگم باشه. تو به عنوان یه خواننده جوان که شاید سبک موسیقیت و کارت پاپ باشه، چقدر وارد مسائل سیاسی و اجتماعی میشی؟ دوست داری که کارها در این رابطه تا چه حدی پیش بره؟ خودتو چه جور خواننده‌ای میدونی راستین؟ خودم در کل خواننده‌ای نیستم که بخوام تو مسائل سیاست باشم، ولی خب به عنوان یک خواننده‌ای که تازه وارد این دنیای موسیقی پاپ ایران شدم، این وظیفه رو دارم که پیام آهنگساز و ترانه‌سرا رو به مردم ارائه بدم و به مردم برسونم. این تعهدیه که من نسبت به دوستداران این کار و طرفداران خودم دارم. خودت به عنوان خواننده چقدر در کارها نظارت داری؟ در انتخاب شعر، ترانه چه نقشی داری در یک کار گروهی به این صورت واسه پروژه‌ای که مثل آلبومه؟ میتونم بگم 50-50 هم 50% از طرف منه، 50% از طرف فرید زولانت هستش که چون با هم دیگه کار میکنیم به عنوان یه تیم، نصف از نظر انتخاب ترانه و خب ایشون که خودشون کارا رو بهتر میشناسن و میدونن، ولی خب از نظر اینکه مثلا آیا به استایل خوانندگی من بخوره، به سن من بخوره، یک ترانه شاید نخوره، بعضی ترانه‌ها واسه کسای دیگه ساخته شه، ولی خب 50-50. به ترانه ساقی بپردازیم، توضیحاتی راجبش دادی. یه نکته هست تو بازخونی آهنگای قدیمی که قبلا بزرگان موسیقی خوندن، کار خیلی سختیه و همیشه نگرانی وجود داره که آیا با استقبال طرفداران و دوستداران اون ترانه اصلی مواجه میشه یا نه. تو نگران نبودی واسه اجرای این کار؟ نگران تجربه و نظرات مردم نبودی؟ از نظر دشواری که شما عرض کردین، خب دشواری از نظری خوب در آوردن یک کار خب هست که آدم اولش خب یه خورده نروس هستش که این کار خوب انجام بده، ولی نگران به اون صورت نبودم، برای اینکه این کار انقدر زیباست و من با کسانی که کار میکنم اون اعتماد به نفس رو دارم به خودم که بتونم با کمک این دو اساتید این کار خوب انجام بدم و از نظر خودم و همینطور آقای فرید زولاند و آقای اردن سرفراز این کار رو خوب خوندم و امیدوارم که دوستان دوست داشته باشن و مورد پسندشون قرار بگیره. راستی من در این برنامه سعی میکنم میهمانا دوستانی مثل تو که شرکت میکنن نظرات مختلف رو بررسی بکنم و اون رو با خود خواننده و هنرمندم در میون بذارم. امروز دو نظر رو راجع به این کار تازه تو ساقی انتخاب کردم، یه نظر منفی یه نظر مثبت. اول نظر منفی رو میخونم، پاسخ تو رو میشنم و بعد به نظر مثبت میپردازیم. یکی از دوستان در این رابطه میگه ساقی کار ضعیفی است، بهتر بود این ترانه رو بازسازی نکنن. ساقی یکی از ترانه های به یاد ماندنی هایده است، به نظر من موسیقی انسجام لازم رو نداره و خاطره خوش ترانه اصلی رو از بین میبره. بهتر راستین ترانه های جدید و اورجینال بخونه. راستین نظرتو میشنویم. نظر من درباره اون اورجینال بودن اون کار، اصلی بودن این کار، هیچ حرفی توش نیست. یعنی هر کار اورجینالی که هست میتونه آهنگ باشه، میتونه فیلم باشه، اون کار اورجیناله و اون جای خودش داره در دنیای هنر. ولی خب الان شما امروزه میبینید خواننده‌های جهانی میان آهنگای خواننده‌های دیگر رو بازخونی میکنن و ارائه میدن به دنیای موسیقی و نظر من این که ما این آهنگ رو بازسازی کردیم برای اینکه یه دوستانی که با صدا و تکنیک و استایل
کار راستین آشنان میدونن که این آهنگ بازسازی شده برای من و صدای من و اینو هیچ موقع نمیخوام اینجا میس اندرستندینگ بشه به قول معروف، ولی این آهنگو ما من نخونم یا بازسازی نکردیم که مقایسه بشه، این آهنگ خونیم که فقط یه جوانای امروزی اینو از یه ستایل دیگه بشنون این کارو و بتونن باش رابطه برقرار کنن. این دلیلش بود و فعلا جالب اینو میگی چون فهم. نظر مثبتی هم که داریم تا حدی نزدیک و شبیه صحبت تو از دوست دیگری میگه ساقی خیلی آهنگ قشنگی، راستینی که از بهترین ترانه های هایده رو برای بازخونی انتخاب کرده، در همه جای دنیا خوانندگان جوان آهنگ‌های قدیمی رو دوباره اجرا میکنن و باعث زنده شدن اون اثر میشن. چقدر خوبه که این اثر رو تا حدی مدرن و امروزی کردن تا جوان‌ها هم دوست داشته باشن. راست نظرت؟ دقیقاً. من همون نظری که گفتم بر سوال قبلی نظرم بود و امیدوارم که در آینده بتونم اگه بشه کارهای دیگر رو بازسازی کنم که هر کدومش بتونه بهتر از دیگری باشه و مرسی از نظر دوستمون کردم. خب ساقی یکی از ترانه های آلبوم جدید تو هست، اسم آلبوم باغ بنفش، توضیح میدی که چند تا آهنگ داره و چه زمانی منتشر میشه؟ باغ بنفش شامل 10 آهنگ هستش که ترانه سرایی که باشون کار میکنه همون تیمی هستش که با سیدی سیمرغ بوده، آقای عدنان سرفراز، آقای ایرج جنتی عطایی، آقای شهریار قنبری و خانم زویا زاکاریان که یک ترانه ای از ایشون دارم تو این سیدی جدید که هستند و شامل 10 آهنگ مختلف میشه که فکر کنم تا یک دو ماه دیگه به بازار ارائه بشه و امیدوارم که دوستان دوست داشته باشن. درباره نامش هم توضیح میدی، چرا باغ بنفش؟ نام این آلبوم اسم یکی از ترانه های همین آلبوم هست به اسم باغ بنفش، از کارهای آقای اردلان سرفراز هست و ما خواستیم یه کار متفاوت باشه نسبت به آلبوم سیمرغ که میگه از همه جا و هر نفس یاد تو میبارد و بس، باغ بنفشه ها هنوز عطف تو رو دارد و بس. این انتخاب کردیم برای اینکه هم اسم زیبایی داره، هم شعر قشنگی، هم ترانه قشنگی و این که میخواستیم کار متفاوت باشه نسبت به سیمرغ. و حتما راستیم وقتی که این آلبوم منتشر بشه میتونیم بیشتر راجبش گفتگو بکنیم. پرسش بعدی من راجب طرفدارانت و دوستداران موسیقیت هست، چگونه با اونها در ارتباطی و واقعا نظرشون چیه؟ چه انتظاری از راستین دارن؟ خیلی لطف دارن واقعا دوستان، دوستداران راستین و من از طرف ایمیل و همینطور فیسبوک با اینا با این عزیزان در ارتباط هستم و خدا رو شکر تا حالا همه به قول معروف فیدبک ها همه مثبت بوده و این فیدبک هاست که به یک آرتیست انرژی بی نهایت میده که کارشو فوکس کنه رو کارش و کارهای بهتری ارائه بده در آینده و از این نظر من خیلی خوشحالم و مرسی از همه. راستی نظر سپاسگزارم که امروز در شهر لس آنجلس با ما همراه بودی، برات آرزوی موفقیت میکنم در برنامه های آینده. ممنون بهنوچاد، منم تشکر میکنم مجددا از دعوت شما و همینطور بینندگان عزیز و دستاندرکاران شبکه تلویزیونی وایس آف امریکا، امیدوارم که روز یا شب خوبی رو داشته باشین.